با سلام به شما بینندگان تلویزیون کانال جدید، من حامد جمالی هستم. در بخش اول خبری امروز در برنامه رویدادها به همراه سایر دست‌اندرکاران، برنامه امروز چهارشنبه 26 مرداد 1401 برابر با 17 اوت 2022 رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. ابتدا نگاه کوتاهی می‌اندازیم به مهمترین اخبار امروز. علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل، گفت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همکاری‌هایش را با چین بیش از پیش توسعه داده و به حضور بیشتر این کشور در خاورمیانه کمک کند. رئیس پلیس تهران امروز از بازداشت 304 نفر خبر داد و آنها را اراذل و اوباش نامید. محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران برای احیای برجام، گفت تلاش می‌کنیم هزینه را برای خروج احتمالی آمریکا از توافق بالا ببریم. آبرسانی به مردم در شهر کرد و روستاهای اطراف همچنان با تانکر انجام می شود. کارگران شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان امروز دست از کار کشیده و وارد اعتصاب شدند. اما چندی پیش همزمان با ایام محرم، علی کریمی، فوتبالیست سرشناس سابق، در استوری اینستاگرام خودش نوشت میلیاردها تومان خرج می‌کنیم نظری بدهیم و در پایان آرزوی شفای بیماری را داریم که برای نداشتن پول درمان می‌میرد. او همچنین در انتهای این نوشته از عبارت رایج التماس دعا کلمه دعا را حذف کرده بود. در واکنش به این استوری، آخوندی به نام حامد رضا معاونیان در یک سخنرانی که به وضوح مخاطب اون علی کریمی بود، با الفاظ توهین‌آمیزی او را مورد خطاب قرار داد. در ادامه علی کریمی از این آخوند دعوت کرد که با بازگذاشتن قسمت کامنت‌ها امکان اظهار نظر در این باره را به همه بدهد و از همه دعوت کرد تا در صفحه اینستاگرام خودش به این آخوند پاسخ بدن. این پست علی کریمی در اینستاگرام تا به این لحظه نزدیک به 1 میلیون لایک و 300,000 کامنت دریافت کرده. امروز زنور نماینده مجلس در اظهاراتی علی کریمی را به شکنجه و اعتراف تلویزیونی تهدید کرد و گفت به زودی علی کریمی هم مثل سپید رشنو به حقانیت جمهوری اسلامی جلوی دوربین اعتراف خواهد کرد. همچنین تصاویر علی کریمی از بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح برخی شهرها جمع‌آوری شده. در مورد این موضوع با محسن ابراهیمی، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران، گفتگو خواهیم کرد. خوش آمد میگم به شما محسن ابراهیمی. به نظر شما محتوای انتقادات علی کریمی چی بوده که اینقدر برای جمهوری اسلامی سنگین بوده که یک آخوند از تریبون رسمی وارد درگیری لفظی با علی کریمی شده؟ ممنون از دعوت شما. خب این ظاهراً بلافاصله به نظر میاد علی کریمی خرافه نظری رو زیر سوال برده و به قبای این آخونده برخورده، ولی این به نظر من یه بخش بسیار کوچیک مسئله است که البته اینم مهمه. بالاخره اینا دکون و بازار چپاول مردم رو از همین به اصطلاح روش ها دارن پیش میبرن. خب خرافه شون وقتی یه ورزشکار محبوب مردم زیر سوال میبره براشون مهمه، خیلی روشنه، ولی این بیشتر از این جنبه سیاسی داره. واقعیت اینه که ورزش، مخصوصا فوتبال، یه اتفاق توده‌های وسیع از مردم با فوتبال عجین هستن. خب وقتی یه شخصیت ورزشی محبوب مردم میاد اینجا چنین کامنتی رو تو اینستاگرامش میذاره، به یه معنا داره در مقابل این اوباش اسلامی که این آخوندهایی که چپاول میکنن مقابله میکنه، یعنی در کنار حرکت مردم قرار میگیره که سالهاست دارن با حکومت اسلامی مبارزه میکنن. این آخوند ولایت فقیه، آخوندی که بالاخره آخوند حکومتیه، این بیشتر از اون که از اون خرافه زیر سوال میره نگران باشه که هست، به نظر من از این سر نگرانه که یه شخصیت ورزشی محبوب مردمم با این کامنتش، با این استوریش در اینستاگرام به پیوسته به مردمی که علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن و خود کاملا اینا میفهمن که چنین به اصطلاح کامنتایی، چنین استوریایی تو اینستاگرام پر بیننده علی کریمی برای مثال میتونه در جابجایی نیرو علیه جمهوری اسلامی کمک کنه و از این میترسن. میخوام بگم ما این استوری علی کریمی و این واکنش تند این آخوند حکومتی رو
باید در چهارچوب چالشی که در جامعه ایران بسیار قدرتمند علیه جمهوری اسلامی قرار بدیم و این رو بخشی از این تعرض اجتماعی که گسترش پیدا کرده به ورزشکاران محبوب مردم، میخوام بگم که از این سر باید این موضوع رو باید در نظر بگیریم که باعث نگرانی بسیار شدید حکومت و آخونداش شده. بله، همونطور که گفتیم محسن ابراهیمی حمایت مردم توی شبکه‌های اجتماعی بسیار گسترده بوده، ولی اجازه بدید گوشه بسیار کوچکی از اون رو با توجه به وقت کمی که در اختیار داریم با هم ببینیم. توی اینستاگرام و البته توی توییتر حمایت‌های بسیاری شده. کاربری می‌نویسه علی کریمی دکانشان را نشانه گرفته، دکانی که 1400 سال برقراره، به خاطر همین خشمگینند. و کاربر دیگه‌ای با نشون دادن در واقع جمع‌آوری بنرهای حاوی تصویر علی کریمی از سطح شهر نوشته از قلب مردم که نمی‌توانید حذفش کنید بی‌خردان. به شما برمیگردم محسن ابراهیمی. در حالی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه تصاویری از هنرمندان یا افراد سرشناس و سلبریتی‌ها در حال عرض ارادت به سران جمهوری اسلامی پخش بکنه، در عوض ما روز به روز بیشتر تأمین حضور اعتراضی کسایی مثل علی کریمی رو میبینیم، مثل بیانیه جمعی هنرمندان سینما در حمایت از اعتراضات خوزستان یا حمایت های وریا غفوری یک فوتبالیست سرشناس دیگه از اعتراضات مردمی. فکر میکنید حرکت های اینچنینی در راستای مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی چطور میتونه تاثیرگذار باشه؟ خب قطعا تأثیر گذاره. برای مثال وریا غفوری رو گفتین که وریا غفوری هم قبلا کامنت های داده بود وقتی در اعتراض به گرانی مردم به خیابونا اومدن. وریا غفوری هم همون موقع از بیشرمی مقامات حکومتی صحبت کرد که بازم مثل علی کریمی در قلب مردم جا گرفت. و همین الان مثالی هم که زدین جالب بود که در کامنت علی کریمی خب پاسخ داده به این که این آخوند الدنگ دوزاری به چالش دعوت کردی، گفته که کامنت ها رو حتی حذف کردی، ولی من مردم دعوت کردم کامنت بدن، بگن، نظر بدن. و واقعا صدها هزار مردم اینجا با فرستادن قلب، با اظهار علاقه، با اظهار همبستگی، اعلام همبستگی با علی کریمی نشون دادن که در جامعه در کنار علی کریمی ها هستن و متنفر از حکومت و در مقابل حکومت هستن. واقعیت اینه که مردم از این اتفاقاتی که به اصطلاح سلبریتی ها، ورزشکارای محبوب مردم انجام میدن، برای مثال خیلی هاشون میدونیم که در طول 7-8-10 سال گذشته تعداد زیادی از ورزشکاران ایران پناهجو شدن، پناهنده شدن به خاطر به نام با عنوان اعتراض به حکومت اسلامی و اعتراض به فساد مافیایی دستگاه ورزشی حکومت اسلامی. مردم از پیوستن ورزشکاران به خودشون، به اعتراضشون، به جنبش اعتراضی مردم باید بیشترین استفاده رو بکنن و دارن میکنن. این اتفاق باعث شد که یک بار دیگه معلوم شد که در جامعه هر فردی، هر سلبریتی، هر ورزشکاری که به مردم میپیونده محبوبه. تعداد بیشتری از طرفداران خودش رو به صف اعتراض به مردم جلب میکنه و برعکسش هم نفرت مردم رو چیز میشه. اینجا میخوام یه چیزم اضافه کنم. مردم با هر اتفاقی که برای مثال برای علی کریمی الان افتاد، یاد خیلی چیزای دیگه میافتن که این حکومت چه بر سر ورزشکارا آورده. برای مثال همین هفته ها رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی افشاگری کرد درباره رئیس فدراسیون سابق که گویا پول شطرنج فدراسیون شطرنج رو بالا میکشیده و کود وارد میکرده، ثروت چپاول میکرد، در حالی که ما میدونیم نابغه شطرنج ایران تبعیت فرانسه رو گرفت. میخوام بگم مردم اینا رو میبینن. هر اتفاق اینجوری هم نفرت مردم، هم به اصطلاح افشاگری بیشتری در رابطه با مافیای حکومتی اینجا ورزشی، و هم تنفر مردم و هم صف مردم رو تقویت میکنه. بله، اما چند روز پیش هنرمندایی که در حمایت از اعتراضات خوزستان بیانیه امضا کرده بودند تهدید به ممنوع کار شدن کرده بودند. امروز هم همونطور که گفتیم یه نماینده مجلس تهدید کرده که علی کریمی مثل سپیده رشنو وادار به اعتراف تلویزیونی خواهد شد. به نظر شما مردم، فعالین، شخصیت‌های جامعه چطور میتونن نسبت به تهدیدات حکومت واکنش نشون بدن تا از هزینه تراشی حکومت برای چهره‌های شناخته شده مثل علی کریمی که متعرض شدن به حکومت جلوگیری بکنن؟
اعلام همبستگی وسیع و اجتماعی قدرتمند اینجا یکی از کارهایی که مردم باید انجام بدن که دارن انجام میدن. در میدیای اجتماعی ما اینو دیدیم، خود شما هم مثالش رو زدین. ولی مهمتر از همه چی واقعیت اینه که ورزش برای جمهوری اسلامی کلا بسیار مهم از نظر سیاسی، برای مردم هم بسیار مهمه. ورزش همیشه در به اصطلاح اعتراضات اجتماعی و نهایتا سرنگونی حکومت ها نقش بسیار مهمی ایفا کرده، مخصوصا اگر اعتراض اجتماعی در خود ایران و در جهان خارج از ایران اونقدر پیش بره که مجبور بشن نهادهای بین‌المللی ورزشی، حکومت اسلامی در لحاظ ورزشی جدا از لحاظ سیاسی، در کنار بایکوت سیاسی از لحاظ ورزشی هم بایکوت بکنن. ما باید به این سمت پیش بریم. من میخوام مثال بزنم در مورد آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی از سال 1963 تا 1988، یعنی در طول 23 سال، مردم معترض آفریقای جنوبی و جهان یک کاری کردن که اول از فیفا انداختن بیرون حکومت نجات پرست و بعدن المپیک دعوتش رو پس گرفت، بعدن از المپیاد شطرنج انداختن بیرون و بعدن هم بالاخره کمیته بین‌المللی المپیک بیانیه علیه آپارتاید نژادی داد و انزوای کامل ورزشی اون حکومت رو خواسته که بالاخره ما میدونیم که خود این بسیار کمک کرد این حکومت بالاخره نهایتاً ساقط شد. اینجا هم دقیقاً همین باید اتفاق بیفته. از این اتفاق مردم ایران و ما هممون در جهان باید استفاده کنیم برای بایکوت ورزشی جمهوری اسلامی. این کار شروع شده اخیراً، فکر میکنم تاریخش رو دقیقاً نمیدونم، 100 ورزشکار از المپیک، نهاد المپیک درخواست کرده بودن که حکومت اسلامی رو تحریم بکنه. این حرکات، این اعتراضات، این به اصطلاح بیانیه، این تحرک باید بسیار بیشتر بشه تا اینکه اتفاقاتی مثل چالش علی کریمی و این اوباشگری حکومت اسلامی علیه ورزشکار محبوب طرفدار مردم تبدیل بشه به بایکوت ورزشی جمهوری اسلامی که مسیر رو هموار میکنه برای نهایتا نابودی نهایی جمهوری اسلامی. بله، تشکر میکنم از شما محسن ابراهیمی که در برنامه رویدادها شرکت کردید. بینندگان تلویزیون کانال جدید از شما دعوت میکنم که گزارشات صوتی، تصویری و کتبی از محله و شهر خودتون از طریق راه تماس که در پایین صفحه مشاهده میکنید برای ما ارسال بکنید. به پایان بخش اول رویدادهای امروز میرسیم. از شما دعوت میکنم تا دقایق دیگه در ادامه برنامه رویدادها همراه ما باشید.